با سلام و نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان در خدمت شما عزیزان و بزرگوارانم هستم. در یک عصر دلانگیز بهاری، البته دیگه داریم میریم به طرف تابستان، ماه خرداد هست، امیدوارم اشتباه نکنم. به هر حال اینجا اول ماه جونه و در ایران هم ماه خرداد. دوست دارم در ابتدای این برنامه درود بفرستم به روان پاک شهدای دفاع جنگ تحمیلی، شهدایی که جونشون رو و جانبازها و بازماندگان از جنگ سلامتی و جوانیشون رو برای حفظ و نگهداری خاک سرزمین عزیزمون ایران فدا کردن. به راستی که در این 8 سال ایرانی ها از همه ادیان، از همه مذاهب و از همه عقاید چپ و راست فرق نمی کرد. من خودم در اون زمان چون در جریان جبهه و جنگ و بسیج بودم، شاهد بودم. از همه گروه ها و عقاید و ادیان در جبهه های جنگ صادقانه و عاشقانه جنگیدم تا خاک سرزمین عزیزمون رو، یک وجبش رو به دشمنانمون ندیم. امیدوارم ای کاش اون خون دوباره برگرده تو رگ نسل امروزه، که به جای اینکه دلشون شور آب و خاک رو بزنه، دلشون شور عمل دماغشون و گونه کاشتنشون و خیلی چیزای دیگه که دلم پره، ای کاش اون خون دوباره برگرده تو رگ و ریشه جوان ها. برها قصد دارم امروز در رابطه با نحوه کاشت و نگهداری توت فرنگی یا به اصطلاح استرابری به زبان انگلیسی با شما عزیزانم صحبت کنم. توت فرنگی رو یادمون باشه، اگر در فصل پاییز بکاریم، در بهار آینده، در اواخر بهار آینده میتونیم برداشت کنیم، ولی اگر در بهار میکاریم یادمون باشه که همه جوونه ها رو، اون گل هایی که روشون هستش، گل هایی که روشون هست یا حتی اگر میوه روشون هست، بسیاری از عزیزان، من بارها و بارها و بارها در تمام کلیپ ها عرض کردم، زمانی که گیاه میخرید اگر روش گل بود، اگر روش میوه بود، خوشحال نباشید. اون با آلودگی به مواد مخدر اون گل ها و میوه ها رو روش نشوندن به زور که زیبا بشه و شما بخرید، و وقتی شما میخرید میاریش، چون مواد مخدر بهش نمیرسه، یعنی همون هورمون، به زور هورمون رو به اون روز میندازن اشتباه و به سرعت میمیرن و به سرعت داغون میشن. ولی اگر هم میخرید، اگر گلی روش هست در استرابری یا توت فرنگی، اگر میوه‌ای هست اونها رو قیچی کنید، حیفتون نیاد، بذارید به طور بوته اون رو بکارید. توت فرنگی به دلیل کوتاه بودن روزهای پاییزی از همون موقع شروع میکنه به جوانه زدن، ولی به دلیل رسیدن بلافاصله زمستان، من و شما قادر به دیدن اون جوانه ها نیستیم تا زمانی که بهار برسه و در بهار ما اون جوانه ها رو میبینیم. اگر ما میخواییم بفهمیم که توت فرنگی رو که داریم میکاریم، آیا توت فرنگی سالمی هست، اونی که خریدیم برای کاشت، یا نه، ریشهش رو ببینید. نگران نباشید، توت فرنگی این گوجه فرنگی میمونه، شما میتونید ریشهش رو در بیارید ببینید و مجدد
برگردونه توی خاک، هیچ آسیبی نمیبینه، عین خیار، چون اینا نشا محسوب میشن. در واقع ما گیاهی رو که از نشا میگیریم همین دلیل هیچ نگرانی نداره. اگر ریشه ها سفید بود، یادتون باشه به سفیدی زنده، سفیدی سفید، روشن روشن و پرپشت بود، همین مسئله باعث میشه که بفهمی که این توت فرنگی ریشه قوی و سالمتری داره. یادمونم باشه توت فرنگی خاک نرم رو دوست داره، خاک رسی و شنی رو دوست نداره. پی اچ خاک توت فرنگی اصولا بین 5.5 تا 6.5 باید باشه. یادمونم باشه توت فرنگی در ارتفاع 400 تا 800 متر از سطح دریا به وجود میاد. در مناطقی که هستیم اون مناطق رو هم در نظر بگیرید. و توت فرنگی نیاز به بین 200 تا 400 ساعت به سرمادهی نیاز داره، یادمون باشه. و سرمای تا 5 درجه زیر صفر رو هم در زمستون ها، در باغچه ها، نه در گلدون ها، حواسمون باشه، در باغچه ها تا حتی سرمای 5 درجه زیر صفر رو هم تحمل میکنه، ولیکن سرمای 5 تا 7 درجه سانتیگراد، اینا که دارم بهتون میگم سانتیگراده، قبلا من فارنهایت میگفتم، عده زیادی از عزیزانم با من صحبت میکنن که آقا فارنهایت رو به سانتیگراد بگو که ما متوجه بشیم. و بهترین دمایی که توت فرنگی بهش علاقه‌مند در اون خوب رشد و نمو میکنه بین هوای 15 تا 25 درجه هست. و آبیاری فراوان نیاز داره توت فرنگی بعد از اینکه استبلش میشه، بعد از اینکه کاشته شده، جا افتاده سال بعده. ولی اون روز اولی که ما میکاریم یادمون باشه اگر کاشتیم هی مدام بهش آب نبندیم. توت فرنگی بعد از عمل اومدن و ریشه کردن در خاک برای سال بعد آبیاری شدید نیاز داره. یادمونم باشه توت فرنگی ریشش نهایتاً 20 سانتی متر میره پایین، 15 تا 20 سانتی متر، بیشتر نمیره. پس به همین دلیل ما میتونیم در گلدون ها و حتی در ظرف های مخصوص، در تشت، هر چی که داریم، جعبه میوه، هر چی دم دستتون اومد میتونید بکارید، به شرطی که فقط زهکشی داشته باشه، سوراخ داشته باشه که ازش آب عبور بکنه. و به همین دلیل آبیاری بسیار منظمی رو لازم داره، نباید غافل بشیم از آبیاری توت فرنگی. و قبل از کاشت یادمون باشه هر جایی که ما میخواییم توت فرنگی رو بکاریم خاک رو بیل بزنیم، بیلچه بزنیم، شخم بکنیم، خاک رو زیر رو بکنیم و باز خاک رو آب پاشی بکنیم و رطوبت داشته باشه. تا اگر این خاک رطوبت نداشته باشه موقع کاشت ریشه جون نمیگیره. یادمون باشه که در اون زمان موقعی هم که دارید میکارید هرچه برگ پیر هست، برگ آسیب دیده هست، اونها رو هرس بکنید تا ریشه رشد خوبی داشته باشه. ولی وقتی که کاشتیم یادمون باشه از روزی که میکاریم هر 3 روز یک مرتبه بهش آب میدیم تا زمانی که مطمئن بشیم که این دیگه ریشه دوونده، شروع کرده به گلدهی و به میوه داره میرسه، اون وقت که آبیاری رو اگر بتونیم روزانه یک مرتبه آبیاری بکنیم. روش آبیاریش رو خدمتتون عرض می‌کنم، این روش آبیاری توی باغچه است، این روش که من میگم، نه توی گلدون. بهترین کارم اینه که روی خاکمون رو ما با خاکره یا کاه یا با مولچ بپوشونیم. چرا؟ به این دلیل که اولا که میوه ها به خاک نمیچسبه، دوما رطوبت خاک رو این سه ابزار حفظ میکنن، سوما حلزون ها و چی میگن اونایی که خون میمیکن اسمش چیه، زالوها، رشد نمیکنن در وجود اینها. و بهترین کارم اینه که اگر میتونید در کنار باغچه‌ای که توت فرنگی دارید، چون توت فرنگی به طرف جنوب میخوابه، اون قسمت رو ریگ بریزید، گراول بریزید، سنگ ریزه،
سنگریزه بریزید که اون سنگریزه ها محافظت میکنه از به وجود نیامدن اسنلز یا حلزون. برای سلامت نگه داشتن بوتهای گوجه فرنگیمون از پوست تخم‌مرغ تا میتونید استفاده بکنید، خوردش بکنید، آسیاب نکنید، خورد کنید، بکوبیدش یا لغت کنید، بریزید توی سطح باغچه‌تون تا میتونید پوست تخم‌مرغ حتما بریزید. و اگر در آمریکا و اروپا هستین از اسنل کلرز استفاده بکنید، و اگر در ایران هستید از اپسوم سالت یا نمک اپسوم یا نمک دریایی، اگر نمک دریایی هم ندارید توی باغچه ها دارم میگم، توی گلدون نه، از اونا استفاده بکنید، یا نمک ترافیک که الان من بهتون نشون میدم که چه مزیت ها و چه سود های این نمک داره که بتونیم ما این حرکت رو انجام بدیم. اگر به دقت بکنیم به این استرابری ها، به حالت نزدیکتر بریم جلوتر ببینیم، اگر در اروپا آمریکا هستیم یادمون باشه میتونیم ما این مواد رو بگیریم. ببینید این مواد به حالت اینجا من میریزم، ببینید این حالتیه، اسمش هست اسنلز کلر یا همون زالو، فرق نمیکنه، دوتا رو از بین میبره. در اروپا یا پوست تخمه به این حالت میریزید و یا اینکه از نمک، حالا نمک رو حتماً برای توت فرنگی استفاده بکنیم. چرا؟ چون توت فرنگی پی اچش باید بین 5.5 تا 6.5 باشه. پس وقتی که ما مرتب به خصوص از آب‌های لوله کشی آبیاری اگه می‌کنیم، آب خاک به صورت به طرف قلیایی میره. پس هر از گاهی نیاز داریم که نمک رو به خاک استرابری یا توت فرنگی اضافه کنیم. نوع نمک رو که استفاده می‌کنیم، من دستکش دستم بکنم این نمک دستمو اذیت نکنه، و طریقه ببینید این برگ‌های استرابری رو، توت فرنگی رو اگه ببینید اینجا همه سالم و درشت و باز هستن. میریم به طرف جنوبیش تا خود گلاش، ببینید و نداریم بریزیم روی برگ ها که بسونه، چون نمک به سرعت برگ ها رو میسونه و میوه ها رو. کنار بوته ها ببینید به حالت اینجوری گرته، ببینید این بیرون از قسمت اینجوری، ببینید این نمک رو بیرونش بدون هیچ نگرانی، فقط روی بوته نه، کنار بوته و بیرون بوته، اطراف رو، باغچه‌تو ببینید به همین حالت بپاشید، هیچ نگرانی نداره، ولی بپاشید یه دفعه یه کوپه بریزید. این با اومدن بارون شروع میکنه یواش یواش آب شدن یا آبیاری کردناتون. بریم اون طرف، یادمون باشه موقعی که توت فرنگی رو همیشه صبحای زود آبیاری کنیم، عصر آبیاری نکنید، صبحای بسیار زود آبیاری کنید. و بعد اینکه آبیاری کردید، موقعی که قصد دارید نمک بپاشید یا اسنل کلر بپاشید، قبلش 2 ساعت 3 ساعت قبلش، الان دم غروبه اگه دقت کنید آفتابی رو به رفتنه، 2 ساعت 3 ساعت جلوترش بیارید یه آب پاشی بکنید. بعد که آب پاشی کردید، الان دیگه این برگا محیط خیسه، از الان به بعد اسنلزا میان. اگه دقت بکنید یه خورده که رو به تاریکی بره، این ردیف ها اگه توی باغچه هاتون بیاین نگاه بکنید، توی این ردیف ها پر از چی میگن حلزون میشه. ببینید اگر از نمک استفاده کنید، من دستکشم در بیارم، اگر از نمک استفاده بکنیم و
آبیاری منظم داشته باشیم، توت فرنگیامون به این حالت درشت رسیده و بدون عیب و ایراد به عمل میاد. ولی اگر آبیاری نامنظم بشه، یادمون باشه توت فرنگی رو هر چقدر بهش کمتر آب بدید، توت فرنگی های ریزتر، خشکتر و یکی خام چیدم. ببینید یادمون باشه توت فرنگی رنگ‌های مختلف داره، بعضی ها به حالت این شکلی در میاد، میزنه به حالت کرمی و بعضی قرمز قرمزه. پس نمک رو الان در این شرایط ببینید میپاشیم توی این ردیف ها. حلزون ها در اینجا ها روش میکنن. این نمک ها رو به این حالت بپاشید سر تا سر توی ردیف های پشت این توی فرنگی ها رو. حیفه دیگه دستم گرفته، جاتون خالی بخورم به یاد شما و خیرات به این آدم شما دوست داشته باشید. نوشه جون به یاد شما. پس ببینید نمک رو به این حالت توی این سنگ ها میریزیم. میگم اگه سنگ ریزه باشه یا گراول باشه به قول این وریا، این گراول ها جلوگیری میکنه. ولی ببینید روی خود گیاه ها نمیریزیم، حواسون باشه. ببینید تو من میرم اون طرف، عرض میکنم دو تا سه ساعت قبل از این کار باید اینجا رو کاملا آبیاری کرده باشید. ببینید این کار باعث میشه که هیچ حلزونی عمل نیاد، هیچ آفتی عمل نیاد. به این جاهایی که نداره یه ذره، تو این جاهایی که وجود نداره، این مسئله باعث میشه که پیه چه خاکمون از قلیایی به اسیدی برسه. و اما آب دادن استرابری یا توت فرنگی بسیار بسیار مهمه. از آب پاشی استفاده بکنید که با حالت اینجا میگن شاور، با حالت خیلی ظریف آب بیاد بالا. ببینید ور ندارین شلنگ رو واقع کنید بریم بیخیلی، نه ببینید این شکلی تمام برگا رو اینطور یه آب پاشی کاملا، یعنی خوری باشه که این برگا همیشه بهشون رطوبت برسه. با فشار خیلی شدید نه، فقط ببینید خیلی نرم ملایم. این یادون باشه توت فرنگی وقتی که ریشهش رو ما کامل بتونیم خیس بکنیم، من آبو وا نکردم، دارم هی زور میزنم که آب بیاد اینجا، من برم آب باز کنم بیاد. یادمون باشه اگر میخواییم توت فرنگی ها رو شیر آب باز نبود، میخواییم اگه آب بدیم، ببینید اینا به بوته ها فشار نیاد. ببینید نم نم بارون یا همون اسلو شاور. ببینید این کار رو تو تمام بوته ها با حوصله، با فاصله و با حوصله. ببینید این بوته ها رو اینو صبح زود این کار میکنم. من اگه دارم این کار میکنم برای که شما بدونید که این نحوه آبیاری کردن توت فرنگیه. ببینید این یا این طرف توت فرنگی رو میشه زیر درخت ها کاش، زیر درخت هایی بکارید که بهتون آسیب نزنه، کنارش سبزیجات نکارید هیچ وقت توت فرنگی رو. این نمک ها هم همینجوری که آب میکاشید روش بزنید آب بخوره. این نمک ها تدریجی ذوب میشه از رشد و نمو اسنز یا همون حلزون پیشگیری میکنه. بزرگترین دشمن توت فرنگی یادمون باشه که حلزونه. و زمانی هم که توت فرنگی این شرایط رو که قبلش عرض کردم از نظر خاک، از نظر کاش، از نظر زمان خاک و آبیاری اگر انجام نشه کپک میزنن،
توت فرنگی به سرعت اون پایین کپک میزنه. سعی کنید که میگم از کاه و خاکرده و مولچ استفاده بکنید، آبیاری منظم. الان این شرایط هر روز آب میخواد، پس اگه کاشتیم اول هر سه روز یک مرتبه. برای دوستتون دارم، دست به دست بدیم یک طبیعت سالم و بدون هیچ آلودگی رو برای نسل آیندهمون حفظ بکنیم. بزرگترین ثروتی که ما از خودمون برای نسل آینده خودمون باقی میذاریم ثروتی به نام طبیعت سالم. متاسفانه این روزا خبر رو اگه خونده باشید، جنگل های زاگرس که بزرگترین سرمایه های ملت ما، اون نفت نیست، اون جنگل ها، یادمون باشه اون رودخونه ها. نفت سرمایه پولی مادیه، ولی جنگل و دریا سرمایه های معنوی هست، رودخونه ها. متاسفانه شنیدم که در آتش داره میسوزه. از شنیدن این خبر خدا شاهده که قلبم آتش گرفته. دست به دست بدید عزیزایی که تو ایران هستید، مسئولون محترم، برادران عزیز سپاهی، دست به دست بدید این فاجعه رو هر طور شده از بین ببرید. دوستتون دارم، خدا نگهدار.